سلام، من شهناز اکملی هستم، مادر مصطفی کریم بگی. مصطفی عاشورای سال 88 به ضرب گلوله کشته شد و 14 روز ما دنبال مصطفی گشتیم تا مصطفی رو توی کهریزک پزشک قانونی پیداش کردیم و پیگیری های پی در پی و اینکه سوال و جواب هایی پس دادیم ما تا اینه که به ما اجازه دفن دادن و خود مامورای امنیتی آوردن برای دفن مصطفی. اون روزی که ماشین آورد و می‌خواستیم مراسم تدفین رو انجام بدیم، من زیر تابوت مصطفی رفتم و به مصطفی قول دادم که مصطفی از امروز صدای تو هستم و خاموش نمیشینم تا روزی که بمیرم. اون 14 روز من هیچ صدایی ازم در نیامد، فقط دنبال مصطفی میگشتم. ولی حالا که مصطفی کشته شده بود و میخواستم که مصطفی رو به خاک بسپارم، به مصطفی قول دادم. قول دادم که باید راه تو رو ادامه بدم، باید صدای تو باشم، صدای تو و دیگر جوانهای دیگه. و از اون روز یک قدم بزرگتری برداشتم، یک راه بزرگتری رو در پیش گرفتم. رفتم دیدن خانواده های کشته شده ها، رفتم با اونها همدردی کردم. نخواستم که یه مادری باشم که یه کنج خونه بشینه و فقط گریه کنه و تو سر خودش بزنه. گفتم مصطفی اینو از من نمیخواد، مصطفی یک مادر رنجور رو نمیخوادش، مصطفی یه مادر استوار میخواد، یه مادری که قدم های بزرگی برداره. و من این کار رو انجام دادم، رفتم دیدن خانواده ها، رفتم با اونا همدرد شدم، رفتم بهشون گفتم که منم مثل شما بچه‌م کشته شده و این راه بچه هامونو باید ادامه بدیم و اینکه نباید فقط گریه کنیم. کار ما دیگه از گریه گذشته و این گریه کردن دردی رو از ما دوا نمی کنه. رفتم کنار خانواده های زندانیان، جوانهاشون تو زندان بودن و مادرها فقط قصه میخوردن. گفتم صدای بچه هاتون باشین، صدای اونا باشین که تو زندانن، که بدونن که مادرهاشون پشتشونن، خانواده پشتشونن. مثل آرش صادقی که سعی کردم مادرش که گرفته بودن، صدای من بشم مادر آرش، مادر همه جوان. و مصطفی من رفته بود ولی هزاران پسر و دختر دیگه ای بودن که من میتونستم براشون مادری کنم و سعی کردم که این مادری رو انجام بدم. نمیدونم تا چقدر تونستم که این کار رو انجام بدم، ولی میدونم که دارم میرم زندان به جرم اینه که فقط مادر بودم، مادری که خواستم در کنار فرزندانم باشم، مادری که هر کدوم از اینا برای من چشمای مصطفی بودن، برای من مصطفی بودن، هزاران مصطفی. من رفتم سر خاک مصطفی برای آخرین باری که میخواستم برم زندان، به مصطفی گفتم مصطفی جان ببخش اگر نتونستم اونجوری که باید کاری انجام بدم، اونجوری که باید صدای تو باشم. ببخش منی که یک سال نمیتونم بیام سر مزارت، ولی بدون که این پیوند همیشه هست، همیشه هست، همیشه هست.